پیکر یکی از جان باختگان انفجار شام شنبه در غرب کابل به خاک سپرده شد. برخی از اعضای خانواده این قربانی نهادهای امنیتی را بر کوتاهی کردن در تأمین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. شمار از باشندگان غرب کابل نیز می‌گویند انفجار همواره از آنان قربانی می‌گیرد که حکومت سرپرست باید در این راستا پاسخگو باشد. اما امارت اسلامی می‌گوید عاملان این جنایت‌ها شناسایی و به کیفر خواهند رسید. قوماندانی امنیه کابل گفته است آمار قربانیان افزایش یافته و در این انفجار 5 تن جان باخته و 15 تن دیگر هم زخمی شدند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سرور نیازی، تحلیلگر مسائل نظامی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. نیازی صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. ادامه همچو حملات که به نحو سازمان یافتم دیده میشه چقدر نگران کننده است؟ با سلام با شما، بیننده های شما و همچنان همکارای تکنیکی شما. ببینید افغانستان کشوره که 40 سال در اینجا جنگ بوده، ناامنی بوده و تقریبا همه مردم از این مسئله بودن و با سلاح‌ها آشنایی دارن. گروه های مختلف اینجا آمدن، کشورهای مختلف در اینجا دست درازی کردن، مداخله کردن و به خاطر اهداف شومشان اینا همیشه کوشش کردن که وضع را در افغانستان ناامن بسازد تا اینا به مو اهداف خود برسند. بنان مشکل است که ما بگوییم که امارت اسلامی قادر باشه که تمام جلو تمامی فعالیت های تروریستی یا گروه های تروریستی که بود اینا را بگیره، ولی با وجود از هم طوری که دیده میشه نسبت به گذشته تعداد حملات انتحاری و فعالیت‌های تروریستی نسبت به گذشته به مراتب کمتر است. بله، حالا بحث همی است که با در نظر داشت از که گفته میشه که پیکار صورت گرفته با اکثریت گروه‌های تروریستی که اینجا حضور داشتن دیگر نقششان فعال نیست و نمیتونن فعالیت را انجام بدن. کسانی که در پس همچو حملات هستند چه نوع حمایت را دارن که قادر به انجام این حملات در همچو شرایط میشن؟ دقیقا ببینن، اگر شما باید داشته باشین در زمان جمهوریت، زمانی که ناتو و امریکایی ها اینجا حضور داشتن، گروه های داعش و القاعده خصوصا در شرق کشور، در مناطق در ولسوالی های ننگرهار را اینا در دست داشتن و در اونجا حکومت میکردن، از مردم مالیه میگرفتن و عشر میگرفتن، محاکماتشان فعال بود، حتی یک سیستم دولتی دیگری در پالوی دولت داشتن. ولی نسبت به اون زمان این واقعیت است که فعالیت های گروه ها با مراتب کمتر شده و امارت اسلامی در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر یعنی تا حد زیادی اینا دستاور دارن و جای شک نیست و از این چشم‌پوشی هم نمیشه. حتی ایالات متحده آمریکا رئیس جمهورش وزیر خارجهش تایید کرد. چطور میشه نیازی صاحب که مبارزه موثر در برابر همین گروه هایی که باقی ماندن یا در حال حاضر قادر به این هستند که حملات را انجام بدن صورت بگیره؟ دقیقا ببینن، اگر امارت اسلامی کار و اهل کار بسپاره، ارگانهای کشفی و امنیتی خود بیشتر از پیش فعال بکنن، به خاطر از اینکه امارت اسلامی نسبت به حکومت گذشته در بین مردم ریشه های عمیق داره. یعنی تمام در گذشته حکومت منحصر به شهرها بود، ولی اینا در اطراف و در ولایات، در قرا و قصبات اینا ریشه های عمیق داشتن، با مردم همکاری تنگاتنگ داشتن. حالا اگر اینا این همکاری مردم حفظ بکنن و در پالویش تدابیر امنیتی را به شکل مسلکیش اینا اتخاذ بکنن، من فکر میکنم ناممکن نیست که همین فعالیت هایی که وجود داره یا گروه هایی که وجود داره این سپاسگزار هستم آقای نیازی از این که در بحث با ما بودین.